آباد. بابا دور سرش زیاد خالی نگو، خوشکل بشه خانومش اینو ممنوع خروج میکنه بابا. آقا میگن اونجا دمپایی ابری ما خیلی طالب داره. بله. از اون ور که چیزی نمیتونیم بیاریم. از این ور میشید چند جفت ببرید؟ خیلی که نشه بابا. چی داری میگی حسن؟ این مال 30 سال پیش بوده. الان خودشون دارن به همه دنیا کیف و کفش لباس صادر میکنن. سلام علیکم. سلام. سلام. بفرمایید. پسرشون تلویزیون روشن کن. بودو. بزن شبکه خبر. زدن ترکیه رو دانلود کرد. بودو بس بودو. نه منظورش استانبول ترکوندن. اون آقای کابله که زیرنویس داره انفجار در کابل. نه پسر جان اینکه الان فیلم عکسش که نمیرسه که مجبور اینا آرشیوی برن فعلا. من زنگ زدم یه دو تقسیم گفتن رفیقا. نوی جان همه جا الان همینه. لندنش همینه. پاریسش هم همینه. بله بیپدر همه جا رو نام کردم. بله ولی من دارم میگم چرا آدم باید وطنش ول کنه؟ امترین کشور خاورمیانه رو ول کنه بره وسط آتیش. اگه قرار باشه اتفاق بیافته آدم همین علی آباد میره زیر ترلی. اصلا نگران نباشین استانبولش خبره. رحمان رحیم سریع اون کاری رو که گفتم بریم بیرون انجام بدیم برگردیم خودم سالن هستم. سریع. کدوم کار؟ شما نمیخواستین کاری انجام بدین؟ جان دایی حالا خوبه صبح تا شب میخوان اینه کش تومون درن حالا میگن کدوم کن. بیا این فکر فامین اینجا نشستن شروع کن. بریم بیرون یه خود خلوت کن. سریع خود بیرون میرم. شای خوبی انا یه خود کمهوشم. رحمت جان از من ناراحت نشی ها، ولی من میگم اینا میدونی به چه درد میخورن؟ که اینا رو بزنی سر چوب، این کنجای سقف است، این جایی که دست آدم نمیرسه تا عنکبوت میبنده، اینجاها رو با اینا قشنگ گردگیری کنه. رحمت جان، دایی جان، بگو ما چی کار کنیم؟ چه رویی هستیم ما؟ الان با هم میریم، چه جوریه؟ برنامه چیه؟ بله، دایی جان عزیزان، من با این وضعیتی که دارم میبینم دست دل خودم هم میلرزه. شما حساب کن خدای نکرده برداریم شما رو ببریم اونجا به خاطر چهار تا دیگه لباس و تیشرت خطی خشی چیزی رو شما بیفته کی پاسخگو اینجا؟ بعد میگم نقی جان عالی داری میگی، بسیار عالی داری میگی. اصلا من دارم میگم که یکی دیگه میخواد سود بکنه، یکی دیگه میخواد پول در بیاره گردن کلفت کنه. چرا آدم باید فکر فامیلش دوستش بده دم گلوله؟ با طرف اگه میومد یه پولی به شما میداد یه چیزی، یعنی دستمزد بده. بله آقا شما الان نگاه کن یه تیشرت، تیشرت وزنش چقدره؟ 250 گرم. بیشتره؟ بیشتر نیست. 250 گرم. 100 ده تومن میخره، 100 ده تومن میفروشه. ها؟ چند نفرین شما؟ نفری 30 کیلو، 30 کیلو، 30 کیلو، 30 کیلو، 30 کیلو، 30 کیلو. ببین مردی چقدر سود میکنه. آقا، ما میخوام یه دکترت بریم دوره هم تفریح، پولش هم که مهم نیست. آقا، دایی جان شما داری میگی تفریح، ببخشینا، الان همه جمعی همه خودمونی هستیم، من دارم میگم وای نه اصلا این غلطا نمیکردم. شما یه مهمونی میخوای بری؟ چند بار میری دستشویی فس فس؟ خب اونجا میخوای چه کار کنی؟ توی چهار پنج روز یعنی به این قرص و شربت و اینجا چیزا هم گیر میدن؟ آقا آیچک میدونی چیه؟ نه دیگه مشکل. آیچک ببین دوربین میندازن چشم شما رو تماشا میکنن، قشنگ نگاه میکنن. اون وقت اگه ببینن خدای نکرده شما یه مشکلی داری یه دونه میزنن بند گوشت داغ میکنن، قپونی میزنن برمیدارن میبرن. مگه نشون میده؟ نشون میده مقدار عمل، وزنش، نوعش، جنسش، همه رو نشون میده. دیجیتاله دیگه. خدا شکر که ما این مشکلات نداریم. آقا شما داری میگه این من این مشکلات ندارم؟ سفیر روسیه این مشکلات داشت؟ این مشکلات نداشت. جلوی تلویزیون درغی زدن انداختنش. بفرم. الان به خاطر کودتا اوضاع بسیارم وخیمتر شده. رحمت جان اصلا من احتمال میدم هر لحظه اونجا یه کودتای دیگه بشه. راست میگی نقی؟ والا اینا بدجور ترکیه یا کودتا یا پخ کنی اینا کودتا میکنن. خیلی هم بمبی ان. من اینو به شما بگم سه تا بمب یهو میذارن تو فرودگاه، یکی رو کش میکنن دو تا میره رو هوا. باز اگه شما رو بیمه کرده بود یه چیزی، آدم میگفت خدای نکنه اتفاقی بیفته یه پولی دست زن بچه شما رو میگیره. ولی آخه اینجوری اگه قاشق رد از شما بگیرن یه دونه بخوابونن بی خریشی شما، شما رو بندازن هولفتونی، همین مردی که جنس داده دست شما میاد بگه این کمپوت سیب مال شما. نه خدا پدرت بیامرز. رحمت جان اینجا توالت کجاست؟ بالا. بودو بودو بودو.